امشب سری میزنیم به شهر نورت ونکوور، شهری شلوغ و پر ترافیک با جمعیت بسیار زیادی از ایرانیان. ببینیم در این شهر چی میگذره. هموطن ایرانی که در خیابان لانزدل نورت ونکوور قدم میزنه احساس قربت بهش دست نمیده. از بوی کباب گرفته تا مغازه های ایرانی در واقع غم قربت رو کم میکنه. در این شهر شلوغ و پر ترافیک چی میگذره؟ چه رشدی داشته و قراره که آینده این شهر زیبا چی بشه؟ نقش ایرانیان در این شهر چی بوده؟ همه اینا سوالاتی است که میهمان امشب ما جناب آقای شروین شهریاری، کانسلر در شهرداری نورت ونکوور، پاسخ خواهند داد. بسیار بسیار خوش آمدید جناب شهریاری به برنامه امشب ما. وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خیلی متشکر که به ما وقت دادید. به هر حال بعد از چند ایمیل بازی و برها گرفتن وقت امشب فرصتی شد که با هم دیگه صحبتی بکنیم و گپی بزنیم راجع به شهر محبوب ایرانیان نورت ونکوور و اینکه جایی که شما کار میکنید در شورای شهر اونجا. یه مقدار راجع به سابقه خودتون، پیشینه خودتون و اینکه چگونه برای این شغل دولتی در شهرداری انتخاب شدید لطف فرمایید برای ما صحبت بفرمایید. خواهش میکنم. من حدود تقریبا الان میشه 40 سال و 2 ماه هستش که توی ونکوور کانادا هستم و سابقه کاری من بیشتر میخوره به مدیریت و بیزنس. 27 سال توی ادارات مختلف، کمپانی مختلف، به جمله تلاس و این آخر کاری ها ترانزلینک. من مدیر ارشد بیشتر برنامه ریزی بودجه و پروژه ها بودم و در کنار این کارها همیشه توی کمیته های شهری به خصوص شهر نورت ونکوور داوطلب بودم. یعنی شاید 7 سال من داوطلب کمیسیون موزه و آرشیو نورت ون بودم و 2 سالش هم رئیس هیئت مدیره بودم. 7-8 سالم، یعنی 8 سالم توی کتابخونه نورت ون داوطلب بودم توی هیئت مدیره و 2 سالش رئیس هیئت مدیره بودم و همین باعث شد که من خب افراد زیادی رو بشناسم. یک کتاب هم راجع به نورت ونکوور به خاطر همین آشنایی ها نوشتم و توسط آرکیدیا پابلیشینگ در سال 2009 چاپ شد و به حال مجموعه اینا باعث شد که من افرادی رو بشناسم و اولش سال 2018 من برصدد شدم که در انتخابات شرکت کنم و شرکت کردم، ولی با یه مقدار کمی رای نیاوردم. ولی خب در 2022 با زحمت یه مقدار بیشتری موفق شدم که به شورای شهر سیتی آف نورت ونکوور راه پیدا کنم. بسیار عالی. این زحمت بیشتر که فرمودید برای چی بود؟ یعنی فکر میکنید که در واقع مشارکت مردم کم بود یا مثلا این بودش که شما باید بیشتر تبلیغات میکردید؟ زحمت بیشترتون برای چی بود آقای شهریاری؟ بله، حالا زحمت بیشتر، حالا خودمونی بگم، این جزء سخت‌ترین کارهایی بود که من تو زندگیم کرده بودم. یعنی ازم به حضور شما انتخاب شدن خیلی برمیگرده به
اون تراست یا اطمینانی که جامعه به شما داره. و خب من دفعه اول خیلی با من آشنایی نبود توی جامعه، شاید به اون درجه ای که احتمال یعنی لازم بود برای انتخاب شدن، ولی این دفعه خب من خیلی تو خیابونا توی با کمک داوطلبان دیگه ما خیلی سخت کار کردیم، شاید برای 7-8 ماه، و این سخت کار کردن بیشتر حول و حول این بود که ما با مردم آشنا بشیم و با مردم حرف بزنیم و اونا با ما آشنا بشن، و این باعث شد که من این دفعه بتونم رای بیارم. بسیار عالی. حالا میزان مشارکت کمیته ایرانی رو در مسئله رای دادن چطور دیدید شما؟ آیا خوب هم همراهی کردن؟ چون مسلماً تو جامعه همیشه بحث این است که ما دوست داریم یه صدا داشته باشیم در همه جا، در نهادهای دولتی، در نهادهای شهری، مخصوصاً شهرداری ها، و آیا وقتی این انتظار رو داشتن مشارکت کردن در اینکه شرکت بکنن و به شما رأی بدن و باعث بشن که آرای شما بیشتر از حد معمول بشه؟ حقیقتش اینه که توی این انتخابات قبلی و همینطور هم 2018 هم 2022 که من تجربه داشتم، میشه گفت یه چیزی بین 400 تا 500 نفر ایرانی توی سیتی آف نورث ونکوور کلن رأی دادن، یعنی خیلی رقم پایینی هستش. ما فکر میکنیم خب حدود مثلا شاید بشه گفتش که 11% یا 10% اونایی که به هر حال سیتیزن هستن و میتونن رای بدن و ساکن اینجا هستن رای دادن. کل جامعه به اصطلاح کانادایی ها حدود من اگه اشتباه نکنم 22%، یعنی 22.6%شون رای دادن، یعنی میتونیم بگیم 11% ایرانی ها رای دادن، 22% کانادایی ها به طور کل که ایرانی ها هم جزوش میشه گفت هستن، اونا رای دادن. و این باعث شد که حالا این چرا اینجوری شد، خب به هر حال بحث بزرگی هستش. من ببینید، من با خب توی دوره هر دو دوره انتخابات با خیلی ایرانی خوب صحبت میکردم، و شاید بتونم بگم یکیش دلیل اوله، شاید دوتا دلیل باشه، هر دوتا دلیلش هم شاید به هم ربط داشته باشه. یکیش اینه که واقعا آشنایی با سیستم و اینکه اصلا شهرداری چی هستش، فرق شهرداری با یک طرف از مثلا از استان، نماینده استان که MLA باشه یا MP مال فدرال باشه، خیلی تفاوت رو نمیبینن، و یه مقدار از نظر اینها هستش که خب آشنایی ندارن. و اینجور افراد رو من تجربه که داشتم با آشنایی پیدا کردن، اینا معمولا تمایل پیدا میکنن که رای بدن. یه مسئله دیگه ای هم که هستش باز مسئله اطمینان هستش که شاید ایرانی ها سختتر به یه نفر که حالا اومده میخواد کاندیدا بشه اطمینان میکنن تا جامعه دیگه. و به هر حال این یه مسئله تاریخی هستش، همون به قول معروف خیلی ها میگن که من در سیاست دخالت نمیکنم. ما هم اینا رو خیلی چیز شنیدیم توی دوره انتخابات. من حتی یه مثالی بهتون بزنم، یه خانمی من یه بار توی خیابون دیدمش و گفتن که شما چیکار میکنید، گفتم من دارم برای انتخابات شرکت میکنم و اینا، و به من گفتن که من که از تجربه تلخی که از انتخابات دارم دیگه شرکت نمیکنم. گفتم تجربه تلخ شما چی هستش؟ معلوم شد که تجربه تلخ انتخابات توی ایران توی ایران بوده. بله، و مثلا 10-12 سال پیش، حالا اونم انتخابات سیاسی حتما مثلا برای مجلس بوده یا برای بله بله گفتن که مثلا من فرض کنید به فلان کس برای رئیس جمهوری رای دادم، یک نفر دیگه شده و
و فکر میکنم که اون رأی اون درست نبوده و من دیگه اطمینان نمیکنم. یعنی مسئله این بود که ما هر موقع رأی داد فایده ای نکرده و که خب یه مقدار البته من داوطلبای دیگه ای هم با هم بودیم تو این صحبت شرکت کردیم و یه مقدار خب این درست نیستش که اینجوری مردم به هر حال تراستشون یا اطمینانشون به کل پروسه و حتی اشخاصی که توی سیاست شرکت میکنن کم هستش، ایرانی ها. ولی من البته یه بعد دیگه اینم بگم که حالا جالبی مسئله اینه، اکثر کسایی که به من کمک کردن، کمک زم، یعنی میومدن داوطلب میشدن توی خیابونا کمک من بودن، یا حتی اونایی که سریع به ما میگفتن آره بیایید مثلا ساینتون رو توی جلوی خونه ما بذارید، اتفاقا ایرانی ها خیلی بودن. یعنی شاید این آره این 400 حالا نفری که ما میگیم ایرانی بودن که به نظر کم میاد، شاید کیفیت بالا بود. یعنی حالا اون 400 نفری که بودن خیلی به هر حال خوب هستش و شاید شروع خوبی باشد که کم کم. حالا شما فکر میکنید که اون به غیر از اون 400 نفر افراد دیگه‌ای که آگاهی کمتری دارن نسبت به مسئله انتخابات، مخصوصا انتخابات شهری نه حالا سیاسی و برای چیز، اینا به نظر شما لازمه که ما بیشتر روش کار کنیم؟ یعنی صحبت کنیم راجع به این مسائل که چی میگذره، آقای شروین شهریاری قرار بره در شهرداری چی کار بکنه، اصلا کارش چیه اونجا و کاری که میکنه اثرش رو جامعه ایرانی و فرد فرد افرادی که دارن زندگی میکنن تو اون شهر چه چیزی هست؟ آیا نیاز هستش که فکر میکنید بیشتر راجع به این قضایا صحبت بشه؟ خیلی خیلی مهم هستش که مردم بدونن که تأثیر رأی دادن یا تأثیر رأی ندادنشون چی هستش. وقتی که اینجا سیاستمدارا نگاه میکنن و پولیتیشن ها نگاه میکنن، میدونن که چند نفر، چه کسایی میشه چک کرد که چه کسایی در روز انتخابات رفتن رأی دادن و اینو شاید خیلی از ایرانی ها ندونن. این باعث میشه که خب فقط من نیستم که میدونم که چند نفر رأی دادن، همه سیاستمدارا میدونن و وقتی که اینها میبینن که خب ایرانی ها یه حالت رأی نمیدن، چون اینجا همه چی به هر حال رقابتی هستش، شما اگر فرض کنید بخواید یه کاری هم بکنید باز از نظر سیاسی رقابتی هستش. اونا وقتی میبینن که درصد شراکت ایرانی ها کم هستش، خب وقتی هم که مشکلی میشه، مسئله پیش میاد، ایرانی ها تقاضایی میکنن، به هر حال از نظر اولویت کاری عقب میفته اون تقاضایی که ایرانی ها میدن برای مثلا بهبود زندگیشون، یا فرض کنید میخوان یه مانیومنتی درست بشه یا هرچی که ایرانی ها در صدرش هستن میخوان انجام بشه. برای همین خیلی مهم هستش که یه جامعه اگه میخواد تأثیر بذاره و برای خودش و برای جامعه خودش درخواست هایی داشته باشه، حالا از نظر هنری، از نظر فرهنگی، از نظر هرچی که هستش، اینا درصد شراکت در انتخابات سیاسی خیلی مهم هستش در همه مراحل از شهری گرفته تا استانی تا فدرال. بسیار بسیار عالی. پس این اهمیت رو واقعا باید تک تک ما بدونیم و این در انتخابات بعدی حتما شرکت کنیم. میخوام بدونم که آقای شروین شهریاری از صبح که میره به اداره شهرداری چه کارهایی انجام میده و کاری که شما انجام میدید در جامعه چه اثری داره، چه نمودی داره و برای منی که در نورت ونکوور زندگی میکنم چه تغییراتی به وجود بیاره. من میخوام راجع به دیتیلز کار شما به عنوان کانسلر بپرسم که اصلا کار شما چیست، بیشتر برای افرادی که نمیدونستن که شما
برای چی باید به شما اصلا رأی بدن؟ ممنون میشم اگه توضیح بفرمایید. خواهش میکنم. اولش اینه که یک کانسلر یه رأی داره و من هم خب یک دونه رأی دارم. ما کلن 7 نفر هستیم توی سیتی آف نورت ونکوور، شورای شهری. من هم یه رأی دارم. کل ما کارایی که میکنیم بیشتر تصمیم گیری هستش و نظارت هستش. از نظر حالا سیتی آف نورت ونکوور، ما سیتیمون سیتی نسبتاً کوچیکی هستش، مثلا از سیتی ونکوور خب خیلی کوچیکتر هستیم و به خاطر همینم مثلا ما کانسلرایی که توی سیتی آف نورت ونکوور هستن شاید خیلی ها ندونن، ما کارمون حالت پارت تایم حساب میشه، یعنی ما حالت فول تایم نیستیم. من هنوز هم کار به قول معروف دی تایم خودم رو انجام میدم و خیلی از همکاران من توی شورای شهرم اونا هم کار میکنن. یه حالت پارت تایم داره، ولی جز به کارهایی که ما میکنیم البته تصمیم گیری راجبه تم مواردی که فرض کنید از تصمیم گیری برای خانه سازی تا جاده ها تا چیزایی مثل ریسایکلینگ از نظر زیرساختی، مسائل زیرساختی شهری، پارک ها، درختکاری، میدونید پابلیک سپیسز، جاهای رفاهی تفریحی و مثل اینجا رک سنترهایی که ما داریم، اینا همه به حال مسائلی هست. پلیس، حتی پلیس هم ما روش نظر میدیم. به حال اینا تمام اینا چیزایی هستش که ما هر هفته ما تصمیم گیری میکنیم، یعنی کاری انجام نمیشه مگه اینکه یا با استراتژی باشه که ما 7 نفر تصمیم گرفتیم، یا اینکه مستقیم مثلا گفتیم که یه کاری انجام بشه. مثلا من یه مثالی میزنم، من توی همین سال اولی که اونجا بودم یه قانونی رو پیشنهاد کردم که این البته تصویب شد که مثلا اگر کسی درختی باشه توی زمینی که داره و میخواد توی اون زمین یه ساختمونی بسازه، اگر اون درخت رو از بین نبره یه اینسنتیوی براش، یه فایدهی براش قائل بشن توی شهر ما. اینها مثلا چیزایی هستش که ما میتونیم انجام بدیم و انجام میدیم. البته باز 7 تا رأی لازمه، همیشه هر کاری که آدم میخواد بکنه. بله، ممکنه نتونه آدم اون کاری. آقای شهریاری، خیلی ها هستن که هنوز تفاوت بین سیتی آف نورت ونکوور اند دیستریک آف نورت ونکوور رو نمیدونن. ممکنه لطف کنید یه خورده اینو خود شما روشن بفرمایید که وقتی میگید سیتی آف نورت ونکوور شامل چه مناطقی میشه و کجاست و دیستریک فرقش با اون چی هست؟ ممنون میشه. بله البته، بله حتما. آره این البته خیلی ها نمیدونن و فقط هم این مشکل ایرانی ها نیست، ولی البته یه مسئله تاریخی هستش. این حدود 100 سال پیش وقتی که کل نورت ونکوور اینجا قرار داشت، اول یه سری دیولوپرها اومدن و یه مرزی رو در نظر گرفتن که الان ما بهش میگیم سیتی آف نورت ونکوور. و این به خاطر این بود که میخواستن خدماتی رو که به سیتی میدن خیلی دیگه به اصطلاح گسترده نباشه، چون که از پسش بر نمیومدن. و این سیتی نورت ونکوور 12 square kilometer هستش، خیلی کوچیک هستش. از
از طرف شرق ما میتونیم اونجا قسمت پارک اند تیل فورد اگه بدونید کجا هستش، تقریبا از اونجا شروع میشه. از طرف در خیابون مین دیگه، یعنی نزدیک هایوی میشه تقریبا. نزدیک مین هستش، ولی دیگه از میگم پارک اند تیل فورد اون ورتر که شما برید باز میشه دیستریکت. از پارک اند تیل فورد طرف ایست هستش، ویست میاد تقریبا طرف های کپلان و مال، حالا یکم وسترش دو سه تا خیابون اون ورترش مرز سیتی هست، و جنوبش که آب هستش، شمالش هم خیابون 29 هستش. اگر چقدر کار سخت میشه اینجوری، یعنی همه یه جوری قاطی میکنن. حالا یه چیز خنده‌دار بگم، من یه موقع توی دوره انتخابات با یه در یه خونه یو زدم که همین بروشورامونو بهشون بدیم، گفتش که آره در ما رو هیچکی نمیزنه چون من خونم توی سیتی هستش ولی حیاتم توی دیستریکته. عجب. یعنی آره اینجوری هم هستش، یعنی خیلی این به حال این البته میگم یه عده‌ای هم هستن که میخوان که این سیتی و دیستریکت آف نورت ون اصلا یه روزی یکی بشه. اینم حالا بازیه. بله اینم خب این در تصمیم گیری های شما هم دخالت داره دیگه، مسلما شما هم خودتون میخواید یه تصمیمی بگیرید، اون محدوده جغرافیایی رو در نظر میگیرید، علارغم این که مردم همه فکر میکنن این جزی از نورت شور دیگه، یعنی کسی نمیاد این تقسیم بندی ها و مرز بندی های جغرافیایی رو تو ذهن خودش بیاره. وقتی ما میگیم نورت ونکوور، همه دیگه از کپیلانو گرفته تا اون سر مین استریت رو میگن نورت ونکوور و کسی تفاوتی قائل نیست، ولی علاوه بر شهرداری ظاهرا اینا با هم فرق میکنه. بله، و حتی مثلا مواقعی شده که فرض کنید دیستریکت ممکنه یه تصمیمی بگیره ولی خب روی شهروندان سیتی تاثیر میذاره. خب اینا هم هستش، مثلا چند وقت پیش یه ساختمونی توی خیابون کیت، البته توی دیستریکت، اینا برای هوملس ها و اینها در نظر گرفتن که خب یه عده توی سیتی اومدن به ما مراجعه کردن و مخالف این بودن، ولی ما مجبور شدیم بهشون بگیم که نه این جوریستیکشن ما نیستش و باید برید به دیستریکت بگید، با اینکه مثلا خب دو تا بلاک اون ورتره، ولی بازم به ما خیلی ما نمیتونیم بله دخالت. ولی در هر صورت این خیابون زیبای لانزدل از این پایین تا بالا سیتی آف نورت ونکوور محسوب میشه، خیابونی که در اون پر از ایرانیان عزیز، هموطنان گرامی هست که در واقع بیزنس های مختلفی دارن و وقتی اونجا را میری بوی کباب رو میتونی برحال حس بکنی که از این برحال رستوران های ایرانی برمیخیزه و شیرینی های خوشمزه ایرانی، رستوران های خوب ایرانی، بیزنس های مختلفی در اونجا وجود دارن و شهر هست مورد پسند کمیته ایرانی در اینجا، که ظاهرن شما هم در این شهر بزرگ شدید دیگه، درست میگم؟ بله، من تقریبا توی همین از جنوب لانزر تا بالای لانزر، حتی یه موقعی توی دیستریکت هم زندگی کردم، ولی آره دیگه من اینجا توی این 40 سال من اینجا بودم. بله. در این 40 سالی که شما این شهر رو دیدید، به این شلوغی نبوده؟ یعنی در واقع الان ما تو لانزدل وقتی که رانندگی میکنیم واقعا خیابون بسیار شلوغی شده، جای پارک نیست، مرتب در حال کانسترکشن هستن و بازسازی جاده و امثال هم، ساختمان های جدید داره ساخته میشه. این شهر در طی این سالها چه رشدی کرده آقای شهریاری و به کجا داره میره؟ آیا گنجایش این رو داره که هنوز افراد جدیدی، ساکنان جدیدی بیان به این شهر و اینجا رو انتخاب بکنن برای زندگی؟ خیلی سوال خوبی هستش. ما تقریبا میتونم بگم که از سال 2016 تا 2021
سیتی آف نورت ونکوور تقریبا 10% ما از نظر پاپیلیشن رشد کردیم که جزو بالاترین توی محدوده همسایه های شهری ما هستش، یعنی رشد بالایی بوده و همجور که گفتید خب خیلی از نظر ساخت و ساز و یه مقدار شلوغی شهر مشخص هستش. البته کسایی که اینم بهتون میگم، کسایی که همیشه در صدد بودن که این جلوی این رشد گرفته بشه، توی این سالهای گذشته اونها رأی نیاوردن، یعنی اینجوری هم نبوده که کسی نخواد، همه بخوان، میدونید رشد اینجوری باشه، ولی خب اونا کاندیداهای فرض کن شهردار یا شورای شهر. چرا رأی نیاوردن؟ چون مردم مخالف بودن. ببینید آره، ببین مردم خب همه البته نه، ولی یه عده زیادی فکر میکنن که ما باید همینجور که ما وقتی اومدیم اینجا جدید بودیم و اونایی که اینجا بودن قبول کردن که ما بیایم و همسایه های اونا باشیم، مردم حالا فعلا اکثرا گفتن که آره ما یه مقدار رشد اینجا لازم داریم به خاطر اینکه به هر حال از نظر هاوزینگ کلن همینجور که میدونید مشکل خیلی زیادی داریم و قیمت ها به خاطر اینکه هاوزینگ وجود نداره خیلی بالا هستش و ما هم باید تا اونجایی که میتونیم از نظر آپارتمان سازی و اینها به این مسئله تا اونجایی که میشه کمک کنیم. البته من یه تبصره توی این توی انتخابات آوردم که گفتم اولویت باید به قول معروف به workforce housing، حالا دارم فکر میکنم فارسیش چی میشه، به workforce housing بدیم، یعنی به اونایی که اینجا کار میکنن. و دلیل اینم که گفتم این بود که اگر ما بتونیم سعی کنیم کسایی که اینجا کار میکنن همینجا زندگی کنن در خود نورت ونکوور، در خود نورت ونکوور، و برای اونا بتونیم به اندازه کافی و مرغوب بتونیم خونه داشته باشیم و مسکن ایجاد کنیم، این باعث میشه که ترافیک ما هم کم میشه. الان یه درصد بالایی شما ببینید، مثلا کمپانی سیسپن که کشتی سازی میکنه توی همین جنوب لانزدل هستن و جنوب آتومال اون ورا هستن، حتما دیدید که اینا کشتی میسازن. اینا چند صد شاید هزاران نفر هر روز صبح ها با سوار ماشین میشن میان نورت ون، و خب این درستش نیستش. اگه بتونیم یه مقدار از اینا همینجا زندگی کنن و افراد دیگه، حتی کسایی که فرض کنید توی ستارباکس یا توی جای دیگه کار میکنن، اینا هم بتونن اینجا زندگی کنن، این باعث میشه که کامیوت کمتر بشه، از نظر انوایرمنتال خیلی خوب هستش و مثلا کلن کمک میکنه. این یه چیزی بود که من خیلی تو انتخابات میگفتم و الانم خوشبختانه ما اتفاقا یه تصویب کردیم که یه ساختمان 15 طبقه قراره برای این منظور توی همونجایی که توی نورتشور نیبرهود هاوس کجا هستش، اونجا قراره 15 طبقه برای ورک فورس، افرادی که اینجا کار میکنن، ما داریم خونه میسازیم برای همه. مثلا اینا اگه بشه اینو یه مقدار بهش اولویت داد، این باعث میشه هم ترافیک کمتر میشه، هم اینو خیلی اون وقت میتونن از خونهشون اگه اینجا زندگی کنن تا کار که میکنن، حالا یا با دوچرخه یا با پیاده برن اونجا و برگردن، و این کل هدف ما هستش. یعنی ما میخوایم کلن سعی کنیم که تا اونجایی که میشه افراد کمتر از ماشین استفاده کنن و
بیشتر یا حالا از اتوبوس ترانزیت یا از با دوچرخه و پیاده به جایی که میخوان برن و برگردن. الان هم با این دوچرخه‌های الکتریکی که اومده دیگه افرادی مثل منم که تنبلی میکردیم و دوچرخه سواری نمیخواستیم کنیم دیگه الان بهانه ای نداریم دیگه باید بله دیگه از روی بساط تپ و اینا هم حالا اینا یه دو تا پا هم بزنید اشکال نداره حتما از نه میزنید نه اتفاقا برای پا زدن هم هستش یعنی خودتون میتونید ستینگش رو درست کنید ولی حالا دیگه این اتفاقا من با چند تا ایرانی هم چند روز پیش صحبت میکردم که اونا هم تقریبا همسن و سالای ما هستن و گفتن آره اونا هم خیلی با همین دوچرخه‌های الکتریکی همه جا میرن و میدونید یه تغییری هستش که داره توی جامعه اتفاق میفته و خوب هستش به خاطر اینکه به هر حال این ماشینای به اصطلاح کربونی باعث آلودگی زدن هستش آلودگی زیادی میشن آقای شهریار یادمه چندین سال پیش ما یه بیزنسی داشتیم در نورت ونکوور و سرکارمون با مردم و رهگذران اونجا خیلی زیاد بود و یک خانوم سالمند کانادایی یک روزی آمد و با یه لبخند شیرینی یک نامه‌ای به من داد یک کاغذی به من داد گفت اینو بعدم بخون و بعد رفت من تعجب کردم گفتم این محتوای نامش چیه چی نوشته و برای من خیلی جالب بود و هنوزم دارم میگردم که اون نامه رو پیدا کنم چون چند سال ازش گذشته ولی در این نامه اشاره میکرد به کمیته ایرانی که تعدادشون در این شهر زیاد شده و جامعه غیر ایرانی داره آشنا میشه با کالچرشون غذاشون و مسائلی که تو این کامیونیتی میگذره حتی ازدواجایی صورت میگیره و این کامیونیتی با کامیونیتی اینجا در واقع یه جوری با همدیگه قاطی شدن حتی اشاره میکرد که من بعضی روزا میرم نون سنگک میخرم اون لانگ برد هست که خیلی خوشمزه است و خیلی بر من این نامش دلنشین بود که بسیار پیام مثبتی برای من داشت که این خانم چقدر لذت میبره از این که این تنوع فرهنگی و نژادی در این شهر هست و این داره بنفیتشو استفادهشو داره میبره ازش و به این زیبایی ازش یاد میکنه. فکر میکنید کمیته ایرانی در سیتی آف نورت ونکوور در شهر نورت ونکوور چه اثری داشته تا به حال در طی این سالهایی که شما زندگی کردید چگونه باعث رشد این شهر شده؟ بله ما خیلی متفاوت هستش مثلا الان شما فکر کنید و جوری که ایرانی ها اینجا هستند و باهاشون برخورد میشه تا مثلا حتی شاید 15 سال پیش 20 سال پیش من یه مثالی براتون بزنم از اون نامه گفتید من موقعی که مدیر هیئت مدیره کتابخونه بودم هیچ وقت یادم نمیره یه کسی اومد اونجا و صحبت کرد و اعتراض کرد که چرا کتابخونه موضوع میگم 15-20 سال پیشه که چرا کتابخونه اومده چیز کرده و جشن نوروز و هفت سین و اینا گذاشته و خیلی که اصلا اینجا جای این نیست و شما اصلا چرا کتابای فارسی اومدید گذاشتید اینجا مگه ما اینجا دو تا official language داریم و فارسی جزوش نیست و میدیدید اینا صحبتای خیلی سختی بود که ما اون موقع داشتیم ولی الان این صحبتا خیلی آسون شده و من خیلی از این خوشحال هستم و ایرانی ها همه جا هستن همینجور که میدونید شما الان هیچ جا من یه وقتایی میخوام برم یه جایی مثلا کار بانکی دارم یا چیزی دارم اصلا با کسی نمیتونم انگلیسی حرف بزنم همه اینجا ایرانی هستن فارسی خوب شده فارسی از وقتی که ایرانی ها اینجا زیاد شدن فارسی منم خوب شده و
برحال این یه برحال ایرانی ها الان شما ببینید خیلی از دکترهای ما، خیلی از کسایی که توی حتی توی لاینزگیت هستن، توی کارهای متخصصی از نظر سلامتی، کارهای دیگه اداری، حتی توی سیتی، توی دیستریکت، جوونا، سنای بالاتر، همه اونایی که کار میکنن و همه دارن خدمت میکنن و همه به نظر من خیلی خوب هستش. ایرانی ها من راجبشون خیلی خوب میشنوم همه جا، یعنی به قول معروف رپیوتیشن خیلی خوبی هستش و این خیلی مهمه که ما رپیوتیشن خوبی داشته باشیم. از نظر هنری و فرهنگی گفتید، من فکر کنم این جزو بالاترین هستش. یعنی این خیلی دوست دارن که اصلا بیان، مثلا حتی این قدری که هست بیشتر، مثلا فرض کنید نوروز هست، مهرگان هست، اینا خیلی دوست دارن یه برنامه‌ای باشه. من یه وقتایی یه جایی میرم مثلا که مثلا میگم که این همین چند روز پیش رفته بودیم یه جایی و چند تاشو توی سوشال میدیا پست کردم که آره مثلا نقاشی ها رو نشون داده، همه میپرسن که آره کجا هست ما هم بیایم، چقدر نقاشی قشنگی هستش، چقدر مثلا خیلی علاقه دارن. و من فکر کنم هنوز جای این که ما فرهنگمونو قشنگ ارائه بدیم به جامعه کانادایی اینجا هنوز خیلی جا داره. و هنوز من فکر میکنم این تصوری که به هر حال از ایران و ایرانی میدیای این بر به هر حال نشون میده، با توجه به اخبار منفی که از ایران میاد، وظایف ما رو یه خود سنگین تر هم میکنه. یعنی ما باید اینجا یک چهره ای که اون چهره واقعی ما هست رو اینجا نشون بدیم و این جشن ها و فرهنگی که گفتی در خودمون بهترین راهه که ما نشون بدیم که ما آدمایی هستیم، شادی رو دوست داریم، زندگی رو دوست داریم، آدما رو دوست داریم، حقوق بشر رو دوست داریم و اینا چیزایی است که جزء فرهنگ ماست و اون چیزی که توسط دولت ایران فرزند در ایران میگذره ربطی به ما نداره و اینو من فکر میکنم اینجا یا قشنگ متوجه شدن. و اون مسئله کتاب و کتابخونه فارسی که شما فرمودید رو فکر کنم دیگه باش مشکلی نداشته باشن، به خاطر اینکه خودشون دنبال این هستن که ببینن ایران واقعی چی بوده و به چه شکل بوده و این مقایسه رو انجام میدن. کما اینکه ما خودمون با دوستان کانادایی برخورد میکنیم متوجه هستن که از زمین تا آسمون هست فاصله مردم ایران و حکومت ایران و این رو قشنگ اینا متوجه میشن. در مورد رشد شهر فرمودید در نورت ونکوور، همیشه این نگرانی وجود داره که این همه در واقع مهاجرین جدید دارن میان، مهاجرینی که مخصوصا دارن میان الان اینجا توسط برنامه هایی که دولت گذاشته که بیان اینجا فرض بفرمایید به بهانه کار کردن، به شرط کار پیدا کردن در اینجا. و ما مواجه هستیم با عزیزانی که سرمایه های خودشون رو در واقع از دست دادن، پولشون رو در واقع از دست دادن در ایران و اومدن اون پول رو جمع کردن، آمدن به کانادا و اینجا دنبال کار هستن که این شرطشون مورد قبول قرار بگیره. خب اینا آمدن تو این شهر، کار کمه، کار پیدا نمیشه، ازشون کنیدین اکسپریانس میخوان و همینجوری مشکلات اضافه میشه برشون. روزی نیست که ما تماس نداشته باشیم از دوستان ایرانی که در واقع این مشکلات رو دارن و دنبال کار میگردن و از ما سراغ کار مناسب رو میگیرن که انجام بدن. شما خودتون با این قضیه برخورد داشتید؟ آیا میدونید که چقدر ایرانی های جدید و مهاجرین جدید دارن به این شهر وارد میشن، مخصوصا تو منطقه نورت شور، و چهره های جدیدی هستن که متاسفانه از لحاظ مسکن، پیدا کردن کار دچار مشکلات جدی هستن و آیا میشه براشون کاری انجام داد؟ بله، منم با همین دوستانی که به حال با این مشکلات دست و پنجه
استخدام میکنن مواجه هستم. عرضم به حضورتون که ما البته اینجا کاری که مثلا ما میتونیم بکنیم اینه که ما تقویت میکنیم گروه های غیر انتفاعی که اینجا هستن، مثل ایمپکت نورتشور هست، جاهای دیگه هست که اینا به مهاجرینی که تازه وارد هستن کمک میکنن و کمک میکنن که به اصطلاح از نظر کاریابی و از نظر ایژوکیشن اون مراحلی رو که باید طی کنن و معمولا یه مقدار من چیزی که پیشنهاد میکنم به تمام دوستان اینه که کسایی رو که من دیدم موفق بودن به هر حال از کارهای داوطلبانه شروع کردن و من خودم خیلی اونجایی که درس میدم اینترنشنال استودنت زیاد دارم و اونا هم با همین مشکلات مواجه هستن، یعنی بعضی از اونا 7-8 سال کشور ما هم کشور ایران کار کردن بعد میان اینجا میبینن که کار بهشون نمیدن، نه اینکه نمیتونن کار کنن ولی چون که تجربه کانادایی ندارن نمیتونن کار کنن. آخه یکی که تازه میاد از اونور و جویای کار هست چطور میتونه تجربه کانادایی داشته باشه؟ یعنی هنوز نرسیده از راه و برحال ازم بزرگ شما که بر من تنها راهی که یعنی تنها راه نه یکی از راه هایی که جلوی این دوستان میذارم اینه که کارهای داوطلب بکنن، یعنی برن و الان مثلا خیلی جاهایی هستش که شما میتونید کارهای داوطلبانه بکنید حتی مثلا برای 6 ماه، برای 1 سال، از حالا اون اگه علاقه‌ای دارید فرض کنید به محیط زیست، به کمک کردن به افراد جاهایی هستن شما رو میپذیرن و میتونید اون کارهایی که بلدید و کردید رو به نمایش بذارید و رفرنس بگیرید و این خیلی کار میکنه. البته میگم شاید توی فرهنگ ما هنوز جا نیفتاده باشه ولی این میشه تجربه کاناداییشون، برای اینکه اگه بخواید این میشه تجربه کانادایی و حتی شما میتونید اینو توی رزومتون بنویسید و اینو خیلی ها نمیدونن، فکر میکنن وقتی داوطلب هستین. من خودم رو مثال میزنم، حالا من موقعیتم فرق میکنه ولی من اصلا کارای سیاسی نکرده بودم و اصلا توی شهر و اینا من کاری که بخوام فرض کنین مثلا حقوق بگیرم نداشتم، ولی دلیل این که تونستم مثلا کاری که الان میکنم و انجام بدم اینه که خیلی سالهای سال همینجور کارایی که علاقه داشتم و توی اون کالا داوطلبانه خدمت میکردم و این باعث شد که هم برای من خوب بود، به خاطر آدم یه وقته از سر کارش هم خسته میشه میره یه جای دیگه یه صحبت دیگه میکنه و هم الان خب خودش یه مسیری شد که من تونستم ادامه بدم. الان من اینو خیلی پیشنهاد میکنم، میگم توی فرهنگ ما خیلی جا نیفتاده ولی اینو باید کمک کنیم که دوستان وقتی که میان اینجا فکر نکنن که فقط باید رزومه رو آپدیت کنن و یه نفر به اینا کار بده، فکر کنن که برن یه مقدار داوطلبانه کار کنن، چرا که نه، و این کمک میکنه بهش. بسیار عالی. آقای شهریاری اگه بخوایم یک مشکل بسیار بزرگ رو در شهر نورت ونکوور از لحاظ شهری اسم ببریم، اون مشکل بزرگ الان چیه که شما دارید براش سرکله میزنید و دارید به هر حال تو این جلسات زیاد مطرح میکنید؟ مشکل اصلی الان کلن توی منطقه ما مسکن هستش و همینجور که گفتم سیتی آف نورت ونکوور ما جزو لیدرهای این مسئله هستیم و خیلی در مورد مسکن داریم اقدام میکنیم، حالا چه برای ورک فورس چه برای عموم جامعه. مسائل دیگه‌ای که هستش یکی ترافیک هستش، ما مصدد هستیم که اینجا یه روزی امیدواریم که رپید ترانزیت داشته باشیم، البته قدم اولش یه رپید ترانزیت هست که با اتوبوس هستش، بهش میگیم باس رپید ترانزیت BRT
که مثل قطاره ولی توی خیابون حرکت میکنه و اون قراره از مترو تاون تا پارک رویال کشیده بشه و استادی هایی که شده نشون میده که خیلی به ترافیک روی پل ها کمک خواهد کرد این اگر انجام بشه. البته از نظر مالی هنوز ما داریم سعی میکنیم که مسئله مالیش رو حل کنیم و این هنوز حل نشده از طرف تمام لیول های گاورمنت. مسئله سوم هم به جز مسکن و ترافیک همون مسائل اقلیمی هست و شاید تطبیق شهر با تفاوت هوا و تفاوت درجه مثلا توی تابستون وقتی هوا خیلی گرم میشه. بعضی از خیابونای ما مثلا یه چیز جالبی که میتونم بهتون بگم، مثلا خیابونایی که درخت داره تا خیابونایی که درخت نداره 7-8 درجه میتونه درجه هوا فرق بکنه. جالبه. برای همین خب ما در صدد هستیم خیلی درختکاری زیاد بشه و این درختای بزرگی که هستن اینا صدمه نبینن یا اینا از بین نرن و این خیلی مهم هستش که هم میهنهای ما هم یه مقدار بهش توجه کنن، چون مثلا سالهای قبل کسی فکر نمیکرد مثلا یه درختی خوشش نمیمد توی خونش، خب میگفتیم از بین میمد، ولی الان دیگه این برخورد درست نیستش که ما باید یه مقدار نه درست بیمت. نیست که فکر کنم حتی جریمه هم داره، درست میگم؟ یعنی اگه درختی رو شما بزنید حتی توی خونتون باشه و یه درخت بزرگی باشه، من فکر میکنم جریمه هم حتی داره، درست دارم میگم اینو؟ من فکر نمیکنم. من فکرم شما اگه یه درختی توی خونتون داشته باشید میتونید کاری کنید، منتها کسی نمیکنه چون خرج داره، معمولا نمیکنن، ولی وقتی که بخواید معمولا این اتفاقات موقعی میفته که مثلا خونه فروخته میشه، یکی میاد و میخواد بسازه، اون موقع خیلی راحت درخت ها رو میبرن و ما البته برای اونا داریم کار میکنیم، یعنی یه مقدار یه بایلاهایی داریم میذاریم، آیین‌نامه درست کردیم که همونجور که گفتم مثلا یه تشویقی کنیم یک جورایی که این درخت ها حفظ بشه. بله. آیه شهریاری، وقتی که خیلی از توریستای این شهر یا ما خودمون گاهن میریم به سمت ایست ساید توی نورت ونکوور، مواجه میشیم با یک چهره دیگه ای از ونکوور که چهره فقر اعتیاد هست و چهره به اصطلاح ناخوشایند این شهر خیلی زیباست. چرا ما اینو تو نورت ونکوور نداریم و علتش چیه که مثلا ما یه گوشه از نورت ونکوور نمیبینیم این افراد رو؟ بله، البته به اون واضحی ما نمیبینیم، درست هستش و شاید این از تاریخی جوری بوده که اونجا تراکم این افراد بیشتر شده، ولی ما توی نورت ون هم شما الان طرفای همون کپیلان و مال خیابانه پشتی برید میبینید که یه عده هستن توی ماشینشون شاید زندگی میکنن و اینها افرادی هستن که ممکنه تا چند ماه پیش طرف کار میکرده، بعد حالا کارش رو از دست داده و حالا به هم مشکل مالی داره و حالا یه مدت داره توی ماشین زندگی میکنه و اینا رو ما به حال بهشون سعی میکنیم برسیم و خدمات زیادی داریم که به قول معروف دست اینا رو بگیریم و سعی کنیم که اینا روی پای خودشون بتونن دوباره وایسن که به اون حالتی که حالا یه روزی برن مجبورشن تو خیابون بخوابن نیفتن، ولی اون هم داریم اینجا، ولی خب خیلی کم هستش و شاید دیده نمیشه، محسوس نیست توی پارک ها اینا، ولی اتفاقا مثلا تو بودجه‌مونم ما یه چیزی من دیدم که داریم از نظر اینم یه کانتریبیوت بودجه ای میکنیم که این مسئله به هر حال بزرگتر نشه، ولی
به هر حال با تراکم جمعیت این مسائل هم هست، یعنی این مسائل هم میاد وقتی که تراکم جمعیت میره بالا. بله، یکی از راجب پارک ها صحبت کردید، یکی از به اصطلاح نگرانی هایی که خانواده ها دارن از این قانون جدیدی است که یک قاضی در اینجا داده و اونم این هستش که در واقع میشه در پلی‌گراند ها و جایی که بچه ها بازی میکنن و گوشه کنار ها یه سری مواد هم بکشن. من نمیدونم چقدر شما در جریان هستید و اطلاع دارید، ولی آیا این مسائل صحبت میشه در اونجا و راجع به این قضیه یا چاره اندیشی میشه یا خیر؟ بله، این یه مسئله بود اگه من اشتباه نکنم توی ما یه به اصطلاح گزینه‌ای داریم به نام UBCM که تمام شهرهای بی سی اینا جمع میشن و تصمیم گیری هایی میشه که به دولت استانی اینجا پیشنهادهایی بشه. البته این پیشنهاد شد ولی تا اونجایی که من میدونم قبول نشد، یعنی اونایی که به هر حال مخالف بودن بیشتر رأی دادن تا اونجایی که اگه میگم اگه اشتباه نکنم. و به هر حال دلیلش هم این بود که به هر حال ما بچه ها رو نباید اکسپوز کنیم به این مسائل و بهتره که حداقل توی پارک ها یا جاهای بازی نباشه. بله، آقای شهریاری، هرچند ما حرفای سیاسی ارتباطی با مدل کار شما نداره، ولی همه ما میدونیم که یه سری از اتفاقات هستش که تک تک ما ایرانی ها دلمون میسوزه و سعی میکنیم که در مصائب و مشکلاتی که در ایران میگذره و به ما مربوط میشه هم یه جوری مشارکت داشته باشیم و همراهی کنیم. مسئله‌ای که هست، مسئله اگه یادتون باشه برای پرواز 752 هواپیمای اوکراینی که در واقع تعدادی از هموطنهای خودمون، مخصوصا همشهریهای خودمون تو ونکوور هم و حتی ساکنین نورت ونکوور هم در این پرواز بودن و از دست رفتن و جانشون رو دادن، قرار بود که در واقع سیتی آف نورت ونکوور یک بنای یادبودی بسازه. آیا این بنای یادبود به جای رسید و کاری انجام شد؟ شما یا در این مسئله کاری انجام دادید؟ لطف فرمایید یا توضیح. خواهش میکنم. این یه بودجه ای که البته بودجهش هم حالا باید مرور بشه از طرف استان اینجا، از طرف بی سی $100,000 دو سال پیش برای این کار به سیتی آف نورت ونکوور، همین سیتی ما، دادند. ما از اون موقع تا حالا افرادی که تو سیتی دارن کار میکنند خیلی زحمت کشیدن و یه سری کرایتریا درست کردن که تصویب بشه که کجا این بنا ساخته بشه و پروسه ای که این حالا مثلا کدوم آرتیست بیاد و اینو دیزاینش رو انجام بده و اینا چی باشه. الان پروسه توی مسئله جا هستش، یعنی جا رو دارن هنوز انتخاب میکنن و پروسه جوری هستش که اول استاف میاد میگه که مثلا ما پیشنهاد میکنیم که اینجا باشه، بعد ما شورای شهر اینو تصویب میکنیم یا تصویب نمیکنیم. هنوز ما به اونجا نرسیدیم. البته پارسال ما یه بحثی کردیم و من خیلی با همکارای دیگم توی کانسل سعی کردیم که این پروسه یکمی زودتر اتفاق بیفته، ولی خب به هر حال میدونید دولت اینجا ممکنه به حال مراحل یا اینا باید طی کنن و دارن طی میکنن. من امید دارم که این مسئله جای این PS752
مموریال هرچه زودتر انتخاب بشه و ما بعدش بتونیم از هنرمندا بخواهیم که یه دیزاین بدن، ایده بدن. ایده بدن و ما اینو انجام بدیم. من مطمئنم این انجام خواهد شد، فقط یه مقدار خب طول میکشه. زمان. خیلی خیلی ممنون جناب شهریاری. من به عنوان آخرین سوال این سوال رو مطرح میکنم که خیلی ما از دل کمیتی ایرانی خیلی میشنویم که همه کمیتی ها برای خودشون یه جایی دارن، یه فضایی دارن. کمیتی هندی ها، چینی ها، نمیدونم کره‌ای ها، ایتالیایی ها، همه اینا یه فضایی دارن و همبستگی های بیشتری رو درشون میبینیم. احتمالاً یک جای فیزیکی خاصی دارن برای اینکه برنامه هاشون در اونجا برگزار بشه و اجرا بشه، برنامه های هنری و فرهنگیشون. کمیتی ایرانی از این لحاظ هنوز عقبه و مرتب در طی سالهای مختلف صحبت میکنه که آقا ما هم یه جایی میخواییم، یه فضایی رو میخواییم برای ایرانیا که مخصوص ایرانیا باشه و اسمشو فرزن بذاریم فرهنگ سرای ایرانیان. و فعالیت هایی هم انجام شده در سالهای پیش، به نتیجه نرسید. اما آیا فکر میکنید که یه همچی فضایی ما لازم داریم؟ آیا فکر میکنید که اگه بیشتر تلاش بشه میتونیم با همکاری شهرداری در نورث ونکوور دنبال یه جایی باشیم که اسمشو بذاریم فرهنگ سرای ایرانیان و ایرانی ها بتونن یه جایی رو فرض بکنن برای خودشون که بیشتر کارهای فرهنگی و اجتماعیشون رو اونجا انجام بدن؟ بله، من فکر میکنم این فکر خیلی خوبی هستش و باید یه عده از داوطلبان جامعه ما پیش قدم بشن و یه مقدار روی این کار بکنن و بیان صحبت کنن، چون که میدونید مسئله جا، همونجور که مثلا میدونید به هر حال اینجا الان هم مسکن گرونه و همه هر ساختمانی هر سکوئر فوتش به هر حال هزینه بالایی میبره و ما مثلا میتونیم یک کاری رو نباید بکنیم و بگیم که به جاش بیایم این فرهنگ سرای ایرانی ها رو درست کنیم. ولی خب من نمیگم که نمیشه، ولی یه مقدار کمک، یعنی یه کار واجبتری وجود داره هنوز، کارهای واجبتری هست. کارهای واجبتر خب خیلی هست، مثلا ما راجع به هوملس ها صحبت کردیم، راجع به فرض کنید الان ما مثلا تو شهر ما کتابخونه یه شعبه داریم، حالا فرض کنید یه موقعیتی پیش بیاد ما بگیم خب یه شعبه دیگه واز بشه یا مثلا به جاش یه کار دیگه. من فکر کنم این یه مسئله هستش که ایرانیا یعنی باید حالتهای ایندیپندنت بیان و بگن که ما حاضریم که فرض کنیم یه مقدار پول جمع میکنیم یا یه مقدار پلج میکنیم و مثلا سیتی هم بیاد حالا اینجا یه کمکی، یه سپورتی بکنه. حالا شرایطش رو اینا رو میشه باش صحبت کرد، ولی الان ما یه مقدار میخواییم که یه موجی از کامیونیتی ایرانی ها بیاد و اینو بخواد، چون که از وقتی که من بودم کسی هنوز اصلا نیومده از ما بخواد این کارو. یه کسی بیاد بخواد و یه مقدار خب یه گروهی درست بشه و بیان بگن که ما از نظر مالی، از نظر داوطلبی و از نظر کارهای دیگه برنامه ریزی هستیم، میکنیم. خب اینا شما فکر میکنید شهرداری کمک میکنه؟ احتمالاً شهرداری اگه ببینه که خب میدونید اینجا باز برمیگرده به حرف اول ما، اینجا اگر ببینن که ایرانی ها هستن شرکت میکنن، فرض کنید تو انتخابات دیگه هم یه مقدار بیشتر رأی بدن اینها، چرا که نه. بله، شهرداری کمک میکنه. بله، بسیار عالی. خیلی خیلی متشکر جناب شهریاری که وقتتون رو به ما دادید. تقریبا یک ساعتی با هم دیگه گپ زدیم راجع به مسائل شهری در اینجا. آرزوی موفقیت برای شما دارم و اگه هموطنی باشه که به طور مستقیم بخواد با خود شما در تماس باشه از چه طریق میتونه ارتباط بگیره؟ اگر شما برید توی cnv.org که سایت سیتی هستش، تمام مشخصات من، ایمیل و
تلفن همه چی اونجا هستش. بله من بله. از اون طریق میتونن با شما در تماس باشن. بله. خیلی متشکر از شما. ممنون و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید آقای مایچی. خیلی تشکر میکنم. ممنون از شما. خدا